بعد مدت ها دوباره برگشتم، من آرمانم و اینجا کانال آرمانی باش. خب امروز قراره که ما بریم یه دونه هاست وب بگیریم، البته کاربردش برای ما بیشتر واسه در واقع هاست رباتمونه، یعنی نیازش واسه من این قضیه بود و وردپرسی که میخواستم بالا بیارم. این سایت رکشا هرچی که تلفظ میشه که آدرسش هم زیر این ویدیو براتون میذارم، هم هاست با کیفیتی بهم داد، هم قیمتش خیلی مناسب بود. میریم از اینجا خرید انجام میدیم و با هم دیگه میبینیم چجوری میتونیم یه هاستو بالا بیاریم. پس اگر طراح سایتید یا وردپرس کار میکنید یا برنامه‌نویسید که به هاست وب نیاز دارید، این ویدیو مناسب شماست. قبل از شروع ویدیو یه تبلیغ هم بریم. اسپانسر این ویدیو نورا وب هستش، طراحی سایت سئو تخصصی انجام میدن و اگه کسب و کاری دارید که نیاز به سایت یا سایتی دارید که نیاز به سئو داره میتونید از خدماتشون استفاده کنید. نمونه کارهای خیلی خوبی هم دارن و تیم پشتیبانی قوی. البته باشون صحبت کردم که اقساط هم بتونید ازشون خدمات بگیرید، یعنی نگران بودجه هم نباشید. حتی اگه کسب و کار کوچیک دارید میتونید واسه خودتون سایت داشته باشید، کافیه که باهاشون تماس بگیرید. بریم پلن‌های در واقع هاستش رو ببینیم که یه هاست رایگان داره که من اصلا ازش استفاده نکردم و شروع میشه از مینی هاستاش تا به قیمت‌های بالاتر. شما از همین مینی هاسته میتونید ارزون‌ترین پلنش که نیم دلار هستش رو تهیه کنید، یه دونه سایت میذاره ستاپ کنید روش، نامحدود میتونید در واقع دیتا رد و بدل کنید، یه گیگ حافظه بهتون میده، فری دامینش هم من استفاده نکردم، سخت افزارش هم نیم گیگ رمه، نیم کور سی پی یو و بقیه مشخصاتش که حالا میتونید تا پایین بخونید، اطلاعات بیشتری داشته باشید در مورد پلنی که دارید ازشون میخرید. من وردپرس و ربات تلگرام آوردم بالا روی همین هاست نیم دلاری، خیلی هم کار باهاش راحت بود و خوب بود کیفیتش، پشتیبانیش هم خوب بود. خدای جواب هر موقع که پیام دادم چند ساعت بعد جوابمو دادن و راهنمایی خوبی هم کردن. خب واسه این که بخواید اون هاست مورد نظرتون رو بخرید که میتونید روی این اد بزنید و برید واسه مراحل خریدش. من با کریپتو خریدش رو انجام دادم، شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید. خیلی خریدش هم راحت بود، با ترون انجام دادم خیلی هم راحت بود. شما وب هاست از هر جایی که بگیرید یه دونه دامین نیاز دارید، حالا یا دامین ندارید میخواید همین الان بخرید که میتونید رجستر کنید، یا اینکه دامین از یه جای دیگه دارید میخواید اینجا انتقالش بدید، یا اینکه یه دونه دامین دارید و میخواید ازش استفاده کنید فقط و متصلش کنید به این هاست، کافیه که یوز اونت دامین رو بزنید و اینجا آدرس اون دامینی که دارید رو وارد کنید. خب من واسه این ویدیو دامینم ندارم، حتی دامینم الان میخرم، میام پایین تر. میتونید لوکیشن انتخاب کنید که از کدوم قاره باشه این هاستتون و یه سری ادانه دیگه که اینجا بهتون امکان اینو میده که بتونید انتخابشون بکنید. اگر نیاز داشتید میتونید اینا هم تهیه کنید. میام پایین تر، به همون میگه که اکانت داری یا نه مشتری جدیدی رو میخوای در واقع ثبت نام کنی. اگه مشتری جدید بودی که فرمش رو پر میکنی ثبت نام میکنی، اگر نه اصلا ثبت نام کرده بودی که اینجا میزنی و میگه مشتری قدیمت هم با همون این کار رو برام انجام بده. این پایینم پیمنتش رو میپرسه که از چه طریقی میتونید میخواید پرداخت کنید که روی کریپتوه و میتونید حالا اگه پیپل داشتید یا شیوه پرداخت دیگه اینجا انتخاب کنید. اینجا هم که قوانینش رو قبول میکنید. بریم پایین تر، چیز دیگه ای نداره، فقط الان یه دونه دامین نیاز داریم که میخریم و این بالا وارد میکنیم و میریم برای مرحله پرداختش. دامین رو من از هاستینگر میگیرم، شما میتونید از هر جای دیگه ای بگیرید. از هاستینگر میگیرم چون تا الان گرفتم راضی بودم و اذیتم نکرد. میریم وارد هاستینگرمون میشیم، لاگین میکنیم. اینم مثل همون اگه یوزر پس داشتید که وارد میشید، اگه نداشتید که یه دونه اکانت میسازید. بعد اینکه توی هاستینگر وارد بشین توی این بخش دامینایی که خریدیم و بهمون نشون میده یا میتونیم دامین جدید بخریم. من اینجا یه دونه دامین جدید ثبت میکنم، آرمانی باشو بزنیم ببینم چیاشو خالی داره. سرچ میزنید،
ما هدفمون آموزشیه، یه دامین ارزونش رو میخریم که تخفیف داره. دات استور میتونیم، دات سایت هم میتونیم، دات سایت رو میگیرم. اینجا میگه یک سالش با تخفیف 99 دلار. قبلا آموزش خرید از هاستینگر رو گذاشته بودم، حالا باز میتونید الان ببینید. همین مروریه، هم واسه کسایی که نمیدونستن چجوری میتونن از هاستینگر خرید کنن هم راحت بتونن این کار رو انجام بدن. خب پیش فرضش که این چند تا پیمنت رو داره، آدر رو میزنید، روی کریپتو هم میزنیم چون ممکنه ما کریپتو پرداخت کنیم، میزنیم واسه پرداخت. اینجا این پایین میگه اون در واقع ارز دیجیتالی که میخوای و سرچ کن. من میخوام با دوج در واقع این کار رو انجام بدم، میام دوج کوین رو میزنم و ادامه. اینجا میگه با چه ایمیلی میخوای این کار رو انجام بدی، که حالا چون من خریدم قبل انجام دادم اینجا ایمیلم هست، شما میتونید ایمیلتون رو وارد کنید. خب به همون این در واقع QR کدی که داده رو با گوشیمون اسکن میکنیم و پرداختش رو انجام میدیم. من یه دونه تراست والت رو گوشیم هست که خیلی راحت این کار رو انجام میدم، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. از توی گوگل پلی تراست والت رو نصب کنید، یه دونه والت بسازید. وقتی ساختید میتونید از سایت هایی که ایرانی هن خرید رو انجام بدید. خیلی از سایت ایرانی هستن که میتونید باهاشون خرید انجام بدید. معروفترینشون مثل ایرانی کارت میتونید این کار رو انجام بدید. آدرس کیف پولتون که توی گوشی هست رو میگیرید و اون مبلغی که میخواید و یا اون تعداد کوینی که میخواید و شارژ میکنید. باهاش میتونید توی سایت های اینطوری خرید انجام بدید خیلی راحت. خب من ثبت میکنم تا این خریدش انجام بشه، بعد میام ادامه ویدیو رو ضبط میکنم. بعد 10 دقیقه که زمان برد که تایید پرداختمون رو گرفت، اینجا اضافه شد و الانم که پندینگ ستاپه، میریم واسه ادامه ستاپش. خب اینجا اطلاعات رجستر شدن ازتون میخواد که کامل کنید، اگر داشته باشید مثل من که اینجا میتونید بزنید، اگر نه که وارد کنید اطلاعات مشخصه که ازتون میخواد تا رجستر دامین تکمیل بشه. خب حالا که ما در واقع دامینمون رو خریدیم، میاییم آدرسش رو کپی میکنیم و میبریم اینجایی که داریم هاست میخریم. میگیم که این دامین واسه بخواییم از این یوز کنیم واسه خودمون، یعنی مالکش خودمون هستیم. اینجا ثبتش کردیم، الان کافیه که در واقع چک اوت بزنیم و بریم واسه پرداختش. چون کریپتو انتخاب کرده بودم، منو میبره توی درگاه کریپتوش که پرداخت انجام بدم. میگه با چه کریپتویی میخوای انجام بدی؟ بذار ببینم چی دارم. مبلغی بخوام بهتون بگم، با هزینه جابجایی و ایناش دومینه شد $1.72. حالا اینم پرداخت کنیم اون چقدر میشه؟ اینم دوباره با دوج میدیمش. انتخاب میکنیم در واقع کریپتویی که میخوایمش پرداخت کنیم، میزنیم واسه اون QR کد میاره. این ور دوباره با ولت گوشیمون اسکن میکنیم و مبلغی که میخواد، مقدار دوجش انقدره، 3.83 میزنم کانفرم بهش بدیم تا پرداختش رو انجام بده. دیگه از این جزئیات بیشتر فکر نکنم توضیح نیاز داشته باشه، با کل پرداختش دارم بهتون نشون میدم که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید 0 تا 100. تا این پرداختش رو انجام میده میریم توی هاستینگر. هاستینگر یه پیشنهاد وب هاست بودن $2 میده. خب ما میخواییم $0.5 بگیریم، پس اینو نیازیش نداریم، اسکیپ میزنیم رد بشه. اینجا نیم سرورای دومینمون رو باید در واقع ست کنیم با نیم سرورای اون رکسا. نیم سروراش رو اگه نمیدونستید از خود پشتیبانش بگیرید، ولی خب چون من میدونم اینجا ادیت میزنم و میام اینجا change name servers میزنم. میزنم change name server، اینا رو پاک میکنم که مال خود هاستینگره و name server های رکسا رو وارد. پرداخت اینم تمام شد، go back میزنیم برامون گردونه به سایت اصلیش. من یه بار name serverش از پشتیبانش پرسیدم، برام از همونجا بردارم. این name server بود که پشتیبانش بهم داد، کپی میکنم. یک و دوش هم فرق نمیکنه هر جور که بزنید، یعنی اولویت بندی نداره. خب سیو میکنیم.
حالا دومینمون واسه این که نیم سرورای این سایت رو بخونه خب یه مقداری زمان میبره، خودش نشه تا 24 ساعت، ولی خب بستگی داره. یه موقعی شده من 10 دقیقه هم انجام داده، یه موقعی هم شده 10 12 ساعت زمان برده. صبر میکنیم تا نیم سرورای این دومینمون تغییر بکنه. خب از کجا میتونیم چک کنیم که این نیم سرورایی که الان ست کردیم خب در واقع انجام شده این تغییرش؟ سرچ میکنم چک NS ببینم چی برام میاره. اینجا بیاید DNS چکر، ولی اینجایی که DNS رو چک میکنه، حالا آدرس همینم واسه تون میذارم. اینجا دومینمون رو وارد میکنیم، اینجا میذارم روی NS سرچ میکنیم. الان خب هیچ در واقع نیم سرور روی ست نیست. زمانی که اینجا سرچ رو بزنید و توی به جای این زبده رو اینا رو بهتون نشون بده، متوجه میشید که نیم سرورای دامینتون تغییر کرده. این هم یه توضیح کامل در مورد چینج نیم سرور رو در واقع چک کردنش. توی خود سایت زمانی که بیاد روی سرویساتون، شما یه دونه هاست خریدید که اینجا بهتون نشون میده، میگه این هاستیه که خریدید. خب بهتون امکان اینو میده که در واقع سی پنل رو داشته باشید و با این گزینه لاگین تو سی پنل میتونید برید توی سی پنل و دیگه تمام تنظیمات و دسترسی هایی که میخواید اونجا هستش. اینو ببندیم بره، اینجا هم اسکیپ بزنیم. بهتون خودش SSL میده، بعد اینکه اون نیم سروراتون ست بشه اینجا میتونید بیاید ران اوتو SSL بزنید و بهتون در واقع SSL بده. تا زمانی که خب ست نشه نمیتونه این کار رو انجام بده، خودش حالتا اوتوماتیک این کار رو انجام میده. میتونید ایمیل داشته باشید، میتونید فایل ها در واقع فایل منیجر کنترل کلی فایل هایی که توی سرور هست رو داشته باشید. مثلا واسه ربات شما نیاز دارید که برید توی فایل منیجر و توی پابلیک HTML. اینجا روت خود سایت، یعنی شما الان سایت رو ریجستر بشه بزنید اینجا رو بهتون نشون میده. اگر چیزی اینجا در واقع آپلود کنید خب میتونید ادامه سایتتون بزنید و اون آدرس رو داشته باشید. اگه توی این روت باشه همینجا توی سایتتون بزنید بهتون نشون میده. منظورم اینه که مثلا اینجا الان بزنید خب الان هیچی نمیاره به خاطر اینکه هنوز دامینش رجستر نشده، ولی چیزی که بهتون نشون میده این پابلیک HTML. حالا کسی که با سایت کار کردن میدونن که چجوری باید با این کار کنن. به دیتابیس هم خب اینجا میتونید دسترسی داشته باشید، MySQL داره. دامینتون هم اینجا بهتون نشون میده و تنظیمات دامین. واسه امنیتش هم خب SSL من گفتم، بقیه چیزایی هم که هست اینجا میتونید داشته باشید. وردپرس اگه بخواید نصب کنید اینجا کافیه که روی همین وردپرس بزنید با یه دونه اینستاله ساده. بهتون میگه که آدرس سایتتون چیه، کدوم ورژن وردپرس رو میخواید خب، و اگر پلاگینی بخواید اینجا تیک میزنید و دکمه اینستال رو میزنید، کویک اینستال رو میزنید و واسه تون نصبش رو انجام میده. بدون بک بزنم. این برای در واقع این قسمتش بود که حالا من باش کار کردم. کسایی که هاست وب داشتن خودشون بلدن با این کار کنن، ولی خب من حالا یه دیدی بهتون میدم اگه چیزی رو خواستید بدونید کجا بتونید پیداش کنید. توی ادونس هم میتونید حالا یه سری امکانات بیشتر بهتون بده، ترمینال خود هاستتو بهتون میده و میتونید وارد بشید و چیزهای دیگه. یه دونه چی هم داره، چی بود، یه سری تمپلیت آماده هم از سایت ها داره که میتونید از اینا هم استفاده کنید. بدون اینکه مثلا نصب وردپرس انجام بدید میتونید از اینا استفاده کنید و برید خودتون رو روش ویرایش انجام بدید و به اون شکلی که میخواید درش بیارید. خب توضیح دیگه ای نداره، قرار نیست که حالا من آموزش کار با سی پنل رو توی این ویدیو بدم، ولی خب امیدوارم که یاد گرفته باشید چجوری دامین بخرید، چجوری هاستتون رو بخرید، چجوری دامینتون رو به هاست متصل کنید و ازش استفاده کنید. حمایت از من یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.